خوش اومدید دوباره به لانچر مراجعه کنید و لانچر رو باز کنید. در اینجا دو دکمه وجود داره، دکمه کاستوم که قبلا در رابطه صحبت کردم و دکمه لانچ. برای لانچ کلیک کنید تا ادیتور برای ما باز بشه و اینجا هم البته پروژه استارتر گیم هست و پروژه های دیگه هم وجود دارن که در زمان مناسب خودش سویچ میکنیم و پروژه سمپل پراجکت رو بررسی میکنیم. استارتر گیم رو انتخاب میکنم و بر روی این گزینه کلیک میکنم تا پروژه باز بشه. این در واقع ادیتور یا سند باکس لامبریارد هست و از منوهای مختلفی تشکیل شده و این نوار ابزار لامبریارد هست و این پنجره پرسپکتیو هست. اینجا هم مشاهده میکنید که میگه 6007 انتیتی وجود داره. در رابطه با انتیتی هم صحبت کنم که هر انتیتی از مجموعه اجزا تشکیل شده که به این اجزا کامپوننت میگن. من اینجا راست کلیک میکنم و گزینه Create Entity رو انتخاب میکنم. اینجا میبینید Entity 6008 اضافه شد و این Entity از یک کامپوننت یا از یک جزء به اسم Transform تشکیل شده. این هم دکمه Add Component هست که وقتی که بر روی این دکمه کلیک میکنیم از کامپوننت های بسیار زیادی تشکیل شده در پروژه استارتر گیمز. در پروژه بعدی این تعداد بسیار کم هست، اما این کامپوننت ها یه تعدادیشون شامل جم هست، یعنی یا همون پلاگین معادلی هستش که بعضیا به کار میبرن. وقتی که مثلا ما از جم مربوط به ریور اند رود استفاده کنیم، در واقع این دوتا کامپوننت به پروژه ما اضافه میشه و حالا بررسی میکنم بعدن. و اینجا هم از کامپوننت های مختلفی تشکیل شده، مثلا کامپوننت پارتیکل مش یا مدل های سبودی، لنس فلیر، از کنم خدمتون دکال، لایت، کامپوننت های فیزیک لگیسی هست، یعنی قدیمی، البته فیزیک آن ویدیو هم بهش اضافه شده که در پروژه یا تمپلیت سمپل پروژکت میتونید به کامپوننت های کتابخانه فیزیک آن ویدیو دسترسی داشته باشید. مثلا کامپوننت اینپوت هست. پس این رو میگفتم که هر انتیتی از مجموعه ای از اجزا تشکیل شده که بهش میگن کامپوننت و اینجا هم لیست کامپوننت ها رو میبینیم و وقتی که هر انتیتی رو در واقع اضافه میکنیم، اینجا من بر روی صفحه کلید دکمه دیلیت رو میزنم، این انتیتی 6008 است. پس وقتی که راست کلیک میکنیم و گزینه Create Entity رو انتخاب میکنیم، یک انتیتی برای ما اضافه میشه و پیش فرضش کامپوننت ترانسفورم هست که میتونه شامل والد باشه، ترانزلیشن، مختصات، ترانزلیت، ایکس، ایگریگ و زد داره، روتیت یا چرخش، اسکل یعنی مقیاس، بزرگی و کوچیکی و استاتیک میتونه در واقع این کامپوننت حالت ایستا داشته باشه یا داینامیک در هر صورت و گزینه های مربوط به زمان وصل شدن به شبکه. و البته کامپوننت های دیگری هم هستن که در واقع به شما نشون دادم. پس اینجا پنجره Entity Inspector هست، یعنی کامپوننت ها رو ما میتونیم بهش اضافه کنیم یا کم کنیم، ولی خب همیشه در هر Entity خالی یک کامپوننت همیشه Transform هست و این هم در واقع گزینه ای داره، سه گزینه که اینجا میگه انتیتی ما یا گیم آبجکت ما یا اکتور ما، چون این کلمات معادل هستن همشون یه معنی رو دارن.
پس استارت اکتیو هست، یعنی فعال هست. این وقتی که انتخاب میکنیم کامپوننت با تمامی اجزاش در واقع غیر فعال میشه و این کامپوننت معذرت خواهم و این گزینه ادیتور اونلی هست، یعنی فقط داخل ادیتور در واقع میشه بر روی این انتیتی کار کرد و فعال باشه. البته بیشتر کاربردها در اینجا هست که این انتیتی ما فعال یا غیر فعال میتونه باشه. خب اینجا هم در واقع انتیتی آوتلاینر ها لیست تمام انتیتی هایی که در اینجا قابل مشاهده هست. اسید براوزر هست که تمامی صداها، اگه کد های سی پلاس پلاس یا لوای داشته باشید در اینجا وجود، در واقع اینجا ایمپورت میشه یا وارد میشه یا قابل مشاهده هست. اگر گراف ها هست در اینجا قابل مشاهده. پس لیست تمامی فایل های مربوط به انیمیشن، در واقع صداها، تکسچر ها که تکسچر های مختلفی داریم، کاراکتر ها، مدل های سه‌بعدی و اسکریپت ها و انواع اقسام فایل ها در اینجا در واقع لیست گذاری میشه. اینجا همین پوشه استارتر گیم هست و شامل در واقع پوشه‌های مختلفی هستش. اینجا هم مثلا یک فایل وجود داره، اینجا مثلا یه عکس هست، اینجا هم لیست جم هایی یا پلاگین هایی که در این پروژه قابل استفاده است، مثلا ایموشن افیکس، مثلا رین، باران، سنو در واقع برف، که کلیه این پوشه جمز در ارتباط با همین کامپوننت هایی هستش که در اینجا میبینیم، مثلا رین، سنو، باران و برف بود. و دیگر در واقع جم ها که در این پوشه وجود داره، این هم در واقع پوشه مربوط به ادیتور و این هم مربوط به پوشه انجین یا همون موتور بازسازی لامبرکارد هست. خب اینجا هم میتونید ببینید که نسخه 1.23 هست. عرض کردم که این هم یک پنجره وجود داره به اسم پرسپکتیو، پنجره دورنمای پروژمون هست. و اینجا هم کنسول هست، هر آنچه که در لامبریارد اتفاق میفته با اینفورمیشنی که به ما میده، اطلاعات، وارنینگ یا خطاهایی که اینجا ببینید وارنینگ هست که به رنگ نارنجی کدر، نارنجی مایل به خاکستری هست و یا خطاها، ارورها. پس تمام یا پیغام ها در کل در اینجا، همه چیز در اینجا قابل مشاهده هست و روی این ایکس هم کلیک کنید انواع اقسام متغیرهای کنسولی وجود داره. مثلا اینجا من فاگ رو جستجو می کنم، اینجا خب میتونیم صفر وارد کنیم یا در واقع اینجا میبینید که تغییر میکنه. میبینیم یکم من ارتفاع بگیرم، اینفورمیشن هم اینجا رفعال کنم. پس معذرت میخوام، پس اینجا ما میتونیم فاگ ها رو ببینیم. پس اضافه شد، وقتی که روی 100 باشه در واقع و وقتی که روی منفی باشه این حذف میشه. و روی 1 قرار بدم و 2 و هم این دوباره نشون داده میشه.
البته تنظیمات زیادی هست، مثلا تایم آف دی زمان روز 15:30 هست، بگیم ساعت 3:30 بعد از ظهر هست. البته خب این شب میشه. البته ما میتونیم عدد 0 تا 24 رو بهش وارد کنیم. این میتونه با اسکریپت کانوس در واقع ادغام بشه، یعنی ما میتونیم از طریق نوت های اسکریپت کانوس با این در واقع پارامترها کار کنیم. خب و در ادامه، خب من قصد ندارم ادیتور رو توضیح بدم، چون هدف اصلی ما یادگیری اسکریپت کانوس هست، یعنی شما اسکریپت کانوس رو یاد بگیرید. دکمه راست کلیک رو اگه بگیریم، راست کلیک، ما میتونیم با حرکت دادن ماوس جهان لامبرگیارد رو ببینیم و مشاهده کنیم. این راست کلیک بود. کلیک هم که در واقع میتونه انتخاب آبجکت ها رو به همراه داشته باشه. ببینیم اینجا در Entity Outliner ما میتونیم آبجکت ها رو انتخاب کنیم و من راست کلیک میکنم، ماوس رو حرکت میدم. W حرکت رو به جلو هست، S حرکت رو به عقب، D سمت راست هست و A سمت چپ هست. پس W جلو، S به عقب، D به سمت راست و A به سمت چپ هست. خب من میرم جلو. خب من کمی با کامپوننت ها کار کنم. اینجا من راست کلیک میکنم. ببینید اینجا چون انتیتی مون این اکتیو هست، غیر فعال هست، اینجا یه ضرب کشیده. خب من مثلا لایت رو وارد میکنم، کامپوننت لایت، پوینت لایت. خب میبینید که در واقع اینجا نشون داده نمیشه. من کامپوننت مربوطه رو که لایت بود به انتیتی 6008 اضافه کردم. من روی انتیتی 6008 کلیک میکنم، دکمه زد رو میزنم، ببینید اینجا هست. پس وقتی که شما میخواید روی یک آبجکت تمرکز کنید، کافیه کلیک کنید روش و دکمه زد رو بزنید. ببینید تغییر میکنه به این صورت. من هر بار روی یکی از این انتیتی ها کلیک میکنم، این در واقع تمرکزش معذرت میخوام، تمرکزش میفته روی یک انتیتی یا مجموعی از انتیتی ها. میبینید که این لایه هایی هستش که شامل یک سری از یک سری یا یک گروه از انتیتی ها هستش. من روی انتیتی 6008 کلیک میکنم، دکمه زد رو میزنم. این اسمش رو میتونیم روش دابل کلیک کنیم یا راست کلیک کنیم و گزینه رینیم رو انتخاب کنیم. یه کارم میتونیم انجام مستقیما اینجا تو انتیتی انسپکتور در واقع اسمش رو تغییر بدیم. من اگزم 01 رو انتخاب میکنم. ببینید تغییر کرد. خب روی این آیکون کلیک میکنم، یک کمی به طرف بالا میکشم به این صورت و این در واقع یه سنپ اتفاق میفته، یعنی هر یک متر عمل جا به جایی اتفاق میفته. ببینید یک متر. ببین اینجا اگه دقت کنید 54 هست، اینجا میشه 55، 54، 53. در صورتی که من نمیخوام، من میخوام آزادانه در واقع بیام عمل سنپ رو انجام بدم به این صورت. ببینید الان دیگه یک متر حرکت نمیکنه.
و در واقع با کلیک کردن روی محور زد، چون این محور محور زد هست، اسمش روش نوشته شده X، در واقع محور X و محور Y. محور Y سبز هست، محور X در واقع سفید هست و محور زد هم آبی رنگ هست. من کلیک میکنم و اینجوری در واقع ما میتونیم عمل جابجایی رو انجام بدیم. خب من وقتی که روی دکمه AI Physics کلیک میکنم، اینجا میبینید در واقع ریست میشه و زمانش میشه شب. ببینید، معذرت خواهم، زمانش میشه روز. من میرم سایه، این میشه در داخل اسکریپت کانویز در واقع تغییر داد و این تغییرات رو اعمال کرد. و همیشه شب باشه، یعنی الان که روز هست با اسکریپت کانویز بیایم همیشه در واقع کنترل کنیم و شب اتفاق بیفته، یعنی در زمان شب باشیم. البته خب اگه دقت کنیم، من وقتی که W رو میزنم به داخل زمین فرو میره و سرعت دوربینمون هم خیلی زیاد است. من روی 1/10 تنظیم میکنم، 1/10، و این دکمه کلایدر رو هم انتخاب میکنم. این دکمه کلایدر یعنی دیگه نمیره داخل زمین، فرو نمیره این دوربینمون وقتی که دکمه W رو بزنیم. ببینید، ولی وقتی کلایدر رو غیر فعال کنیم به داخل زمین فرو میره. اینها نکات خیلی اساسی هستند که سعی کردم در درس کامپوننت ها با هم دیگه ادغام کنم. و 1/10 هم سرعت دوربینمون هست، 1 زیاده، 10 بسیار زیاد هست، 1/10 کافی به نظر میرسه در مسافت های کم. در مسافت های دور بررسیش خوب، برها سرعت دوربین رو باید بالا ببرید. اینجا هم مثلا میتونید 4 رو مثلا وارد کنید، یه عدد دلخواه. من اینجا 1/10 رو وارد میکنم به صورت، یا 1/100 فرقی نمیکنه. خب اینجا در واقع کامپوننت لایتمون، ببخشید من همین اگزم سفری، کامپوننت لایتمون، پوینت لایتمون، تنظیماتش میبینی خیلی زیاده. این تنها کامپوننتی نیست که در اد کامپوننت وجود داره، بسیار زیاد هستن. سعی کنید با این کامپوننت ها با پارامترهاش بازی کنید. خب من گزینه 3 رو انتخاب میکنم و 10 شدت نور بسیار زیاد هست. دوباره دکمه AI Physics رو انتخاب میکنم. اینجا اگر دقت کنید، کامپوننت لایتمون، نورمون غیر فعال میشه. به خاطر چی؟ به خاطر این هست که عرض کردم که استار اینکتیو هست. ما استار اکتیو رو انتخاب میکنیم و دوباره AI فیزیک رو انتخاب میکنیم. این بار در واقع کامپوننت لایتمون کار میکنه و نورش پخش میشه. خب اینجا مثلا رنگ نور هست، رنگ های مختلفی هستش. اینجا مثلا مقصدی که میتونیم این کامپوننت رو نگاه کنیم، مثلا نیم، کمتر از نیم متر ما نمیتونیم ببینیم. مثلا من 1 متر رو وارد کنم، ببین این از فاصله 1 متری فکر میکنم اینجا
خب اینجا 2 متر میبرم عقب، خب سعی کنید با این پارامترها کار کنید. نوع مثلا روشن و خاموش نور رو هم میتونید تغییر بدید. پارامترهای دیگه هم هستن و این در رابطه با کامپوننت لایت بود. اینجا هم خب به هر حال میتونیم کامپوننت دیگه رو اضافه کنیم. ببینید، یا اینکه اینجا راست کلیک کنیم، دیلت کامپوننت رو انتخاب میتونید بکنید، حذف شد، کنترل زد رو میزنم، یا کامپوننت رو در واقع کپی کنیم یا کات کنیم یا دیسیبل کنه. الان کامپوننت ما غیر فعال شد. ببینید یه هاشور مانند ایجاد شد، enable component. مثلا من اینجا راست کلیک میکنم، خب اینجا خب میبینید که exam یه کامپوننت لایت داره، اینجا کپی میکنم و اینجا هم ما میتونیم راست کلیک کنیم و در انتیتی که تازه ایجاد کردم هیچ کامپوننت لایتی نداره، راست کلیک میکنم و پست کامپوننت رو در واقع انتخاب میکنم. یه بار دیگه دیلت میزنم، راست کلیک، پست کامپوننت، اینجا اضافه شد. اینجا هم که نورش قابل مشاهده است. پس یا یه کار دیگه ما میتونیم کات کنیم، راست کلیک میکنم و کات کامپوننت رو انتخاب میکنم، به اینجا که وجود داره انتیتیمون راست کلیک کنم، پیست میکنم. به این صورت اینجا مثلا می‌نویسم اگزام 02. سعی کنید گزینه فایل سیو رو هم بزنید که در این بین وقتی که حالا اتفاقی افتاد، برق قطع وصل شد، نتیجه کارتون در واقع باقی بمونه و از بین نره. میبینید الان که غیر فعال نمیشه، در زمان اجرای بازی هست. و راست کلیک کنم، اینجا زیبر رو انتخاب. خب الان باید یه کامپوننت دیگر رو اضافه کنم. کامپوننت ها خیلی زیاد هستن، مثلا کامپوننت رین، بارون. یه AI فیزیکس رو انتخاب کنم. ببین الان بارون میباره، پارامتراش رو تغییر دادم دیگه. من این اسم رو هم بنازم رین. این پارامترش رو خیلی زیاد کردم، مثلا عدد 1. این بارون هم تا شعاع مثلا 3 متر باشه. اینجا اگه دقت کنی بارون میباره ولی به شدت قبلی نیست. ببینید اینجا بارون هست، نمیباره، اینجا بارون میباره. این به خاطر تغییر در واقع رادیوس یا شعاع هست، اماونت هم مقدار هست. خب من این کامپوننت رو دیزیبل کنم دیگه، کامپوننت بارونمون کار نمیکنه. یه کامپوننت سنو هست، برف.
مقدارش رو مثلا ما میتونیم، شعاعش میتونه 50 متر باشه، مقدارش میتونه یه برف نسبتا سنگین باشه، دونه هاش هم اندازه دونه ها هم دو هم مثلا 14 باشه. حالا AI رو میزنم، AI فیزیک، به این صورت مرحلمون برفی شد. یکم سرعت دوربین رو بالا ببرم. این تا در واقع 50 متر هست. به خاطر این هست که شعاع 50 متر انتخاب شده. زمین هم میبینید که سفید رنگه، اما اینجا سفید رنگ نیست. به خاطر چی؟ به خاطر 50 متری که برای شعاع این برف در نظر گرفت. من این رو تغییر بدم، نیستم کام با انت انتیتیمون اسمش کامپوننت هست یا کامپوننت کامپوننت. خب کامپوننت بعدی که بررسی کنم در واقع کامپوننت مه هست. کامپوننت مه در واقع نیاز به یک کامپوننت دیگه هم داره، کامپوننت پیش نیاز، مثلا یه باکس باشه به این صورت. حتی باکس هست، ولی خب به هر حال اینجا منظور محدوده این مه میشه، بزرگی و کوچیکش رو بررسی کنیم. مثلا اینجا 6 ارتفاع بذار همون 1 باشه. بیشتر هم باشه، ارتفاع مثلا 3 متر باشه، و اگه مثلا یه بازه زیادی رو بهش بدین، به باکس مربوط به باگ والیوم، میتونیم در واقع به این صورت ببینیم. شدتش خیلی زیاد هست، رنگش رو هم میتونیم عوض کنیم. خب اینجا بعضی مواقع هست که دنبال یک خصیصه، یه ویژگی میگردید که نمیتونید پیدا کنید. اینجا مثلا میتونید جستجو کنید، مثلا آلفا، مثلا آلفا نداره کالر. اینجا مثلا ما میتونیم کالر هم تو باکس شیپ حتی این نمادین هست، ولی خب اینو در واقع رنگ مهم هست. اینجا هم که در واقع کالر وجود داره. اندازش رو من کمی تغییر بدم، ولی میشه این تغییرات رو روش انجام داد. فاگ دنسیتی من یه ده این دنبالش میگشتم، این پارامتر بود. میبینید که تعداد پارامترها بسیار زیاد هست، و واقعا من بعضی مواقع واقعا حضور ذهن ندارم، پس این رو در واقع در نظر بگیرید که تعداد پارامترها بسیار زیاد هست. این هم در رابطه با مه بود.
ببینید این مثلا این منطقه ای هستش که مه وجود داره، این کف زمین رو عرض میکنم. فاگ دنسیتی من به 15 تغییر میدم. ببینید اینجا من در واقع این مه محلی رو غیر فعال میکنم، کامپوننتش به این صورت میشه enable and disable. خب عرض کنم خدمتتون کامپوننت ها، مثلا کامپوننت اقیانوس هست، کامپوننت آب حجمی هست یا ریپل افکت هست، وقتی که یک قطره رو میندازیم داخل آب که موج تولید میکنه، این بهش میگن ریپل افکت. آب حجمی هم که همون آب برکه و دریاچه هست، ریور آب دریاچه، مثلا آب رودخونه هست، میتونیم رودخونه بکشیم یا جاده بکشیم. خب من مثلا یه کامپوننت هست، کامرا هست، کامرا. ببینید دوربینمون اینجا هست، دیزیبل میکنم. این هم در واقع مجموعی از کامپوننت های فیزیک هست که داره کم کم هست میشه و به جاش کامپوننت های انویدیا فیزیک داره میاد توی پروژه سمپل پراجکت. توی همین لامبریارد ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. خب یه کامپوننت دیگه هست اسمش دکان. دکان مثلا روغنی که ریخته باشه روی جاده یا روی اسفالت یا روی دیوار، مثلا لکه خونی وجود داشته باشه یا روی صندلی لکه های رنگی وجود داشته باشه، این دکال به درد ما میخوره، خیلی به درد میخوره. یا مثلا اثرات گلوله روی دیوار، نه همش مثال های دکال میتونه باشه. من راست کلیک میکنم، گزینه این مربوط به سلایس هایی هستش که در پروژه وجود داره، اینا میاد. سلایس ها همون مدل پریفاب ها هستن، جلوگیری از کارهای تکراری. ببینید اینجا راست کلیک میکنم، کریت انتیتی و می‌نویسم دکار. دکار هست. ببین یه چیزی آورده، تکستش میگه replace me، یعنی در واقع متریال منو پیدا کن، جایگزین کن این متریال. ما میتونیم روی این دکمه کلیک کنیم، ببین دکال هم مختلف داره، روی آن ترین، روی ترین باشه، روی ترین و مدل های سبادی باشه، یا به صورت یه صفحه باشه. من این رو انتخاب میکنم، یعنی روی ترین یا روی. حالا فعلا بذارید من یه اصالت دیفالت خارجش کنم. اینجا من بنویسم دکال، یه متریال قبلا به اسم دکال باید وجود داشته باشه. ببینید این اثر گلوله شد یا انفجار. یه لحظه من یه دکال دیگر رو انتخاب کنم، یه لحظه من به این صورت. اینجا میبینید نتیجه کار رو. خب دکال های زیادی هست، مثلا من این دو رو انتخاب میکنم، این انگار یه گل مانند اینجا وجود داره. خب این دکال اولش خیلی جالب، این مثلا نو هست،
دکال نو اثر انفجار افکت رو مثلا ببین، لیزر جا بعضیاشون انتها و ابتدایی دارن، چون به هر حال دکال یه لکه است یا یه محدوده شروع میشه در یک محدوده پایان پیدا میکنه، یعنی تموم میشه. من همون دکال اول رو انتخاب کنم. خب ببینید الان به صورت آن ترین هست، ببینید تا ارتفاع خیلی باید تغییر کنه. عمقش چقدر باشه؟ مثلا من عدد 5 رو وارد میکنم، عدد 5 و همین. جام مثلا میگه دیفر قابل انتخاب هست یا نه. ببین حتی تأثیرش کم و زیاد میشه. اگه شما دقت کنید ببینید انگار این دکالمون کم کم محو میشه. این پارامتر 5 متر به این خاطر بود تو دپس انتخاب کردم. ببینید انگار محو میشه یا پر رنگ میشه به این صورت. دپس پارامتر. و حالا این رو مثلا من میبرم کنج دیوار، به هر حال باید این دکال روی دیوار ایجاد بشه. یکم من ارتفاع بدم. بالا ببرم. ببینید دکمه رو انتخاب کنم، یک دهم سرعت پلیر یک دهم باشه. اینجا ولی میبریم پایین اصلا کار نمیکنه. دلیلش چیه؟ فکر میکنم دیگه مربوط به عمق باشه. ببینیم من عدد 20 رو وارد کنم، فکر کنم 9 و 19. فکر میکنم از 11 حد اکثر 10 رو میتونیم وارد کنیم. پس اینجا باید راهی وجود داشته باشه که بتونیم این دکار رو تأثیرش رو بر روی اشیا ببینیم، بر روی ترن بود. این هم بس به صورت در واقع یک صفحه. اینجا میشه ما چرخش رو انجام بدیم به صورت محور زد هست. چرخش به صورت محور ایگریک هست. من 90 رو وارد میکنم محور ایکس یا منفی 90. الان درست
حالا به صورت آنترینگ کار میکنه کار نمیکنه. ببینید الان دیگه میزان محو شدگی رو میتونیم در واقع کم یا زیاد کنیم. ببینید این هم در رابطه با دکال بود. ببینید که تعداد این کامپوننت ها زیاد هست، تنظیمات زیادی هم داره و شما بر اساس نیازتون میتونید در واقع انتخاب کنید و با این پارامترها باز کنید. خب مش هم که کامپوننت خیلی پرکاربردی هست. اینجا مثلا ما میتونیم یه مدل رو بهش اختصاص بدیم، مثلا یه صخره. این صخره رو انتخاب میکنم چون اینجا مش اسید رو انتخاب کردم، صخره، دکمه اوکی. یه بار دیگه صخره است. خب به این صورت نه غیر فعال میکنم و یه فیزیک بهش بدم بیفته پایین. ریج رو مینویسم از فیزیک لگسی، ریجید بادی فیزیکس رو انتخاب میکنم. از دنسیتی یعنی حالت چگالی حجمی به مس جرم ترهیم میدم، 10 کیلوگرم باشه. بالا ببینیم پایین میفته. نه، به این خاطر ما به یک کامپوننت در واقع کلایدر هم نیاز داریم. از من کلایدر رو انتخاب میکنم، مش کلایدر و فیزیک رو انتخاب میکنم. یه بار دیگه من انجام بدم. خب 10 کیلوگرم این تیکو میزنم ببینم. خب یه لحظه باز میخواهم من مش کلایدر رو غیر فعال کنم. کلایدر پریمیتیو کلایدر، پریمیتیو کلایدر مثلا باکس باشه. مثلا اینجا اگه کلیک کنید میتونید مشاهده کنید اندازه باکس رو. مثلا این 1/10 باشه. مثلا بیش یه اتفاق عجیبی میفته. اگر دقت کنید یه تعدادی سنگ فرو رفتن تو زمین و یه تعدادی هم که بر روی زمین هست. این به خاطر این هست که ما فقط یه کلایدر رو در واقع اختصاص دادیم به این سنگ ها. نقطه سقل یا پوینتش همینجا هست. پس من مثلا یه دونه رو انتخاب میکنم. هم یه دونه اسکیلش رو هم به 1/10 تغییر میدم. 2/10 باشه و اینم بذاریم مثلا 14 اینجا هم خب میدونید که برای چرخش ما میتونیم چرخش هایی رو انجام بدیم. محور X و Y و Z بعضی موقع اگه کلیک کنی روی این تکست باکس، کلیک سمت چپ و بالا و پایین ببری تغییر نمیکنه، ولی
روی اگر بین ایگریک و این تکست باکس کلیک کنید تغییر انجام میشه. کلیک سمت چپ بالا کنید به این صورت. خب الان این سنگمون بود، باکسمونم که اینجا اندازه این باکسمون چقدر بود؟ خیلی کوچیک بود. این یک، x، y و z. در واقع این باکس نمیذاره که سنگ به داخل زمین فرو بره. و حالا من دکمه AI رو میزنم، AI Physics، یه بار دیگه یکم فاصله بگیرم. AI Physics افتاد. از وقتی که شما میخواید به یه جسم، به یه جرم جاذبه رو اختصاص بدید و این جاذبه در واقع حالا بر اندازه اون کیلوگرمی که داره، چون واحد جرم کیلوگرم هست، بر اساس اون جاذبه ای که داره شما میتونید در واقع یک کلایدر بهش اختصاص بدید. این کلایدر میتونه شکلهای مختلفی هم داشته باشه. من اگه کلایدر رو پیدا کنم، البته شیپ هست که کلایدرش مثل باکس یا جعبه هست، کپسول میتونه باشه و شکلهای دیگه. یک کلایدر داریم، از من رو حذف کنم، اینجا یه لیست میاد پریمیتیو رو هم حذف کنم. یک کلایدر داریم به اسم مش کلایدر، و به اندازه همون مش در واقع یک شکل رو در نظر میگیره تا این سنگ یا جرممون یا مدلمون به داخل زمین فرو نره. پس مش کلایدر به اندازه همون مدل سه‌بعدی هست که اتوماتیک خودش میکشه و برای ما در نظر میگیره. ببینید بس. پس ما یه باکس رو کشیدیم، یک کامپوننت باکس رو با استفاده از پریمیتیو کلایدر اضافه کردیم، اما اینجا ما یه ریجید بادی رو اضافه کردیم، یه مش کلایدر رو. قبلا ریجید بادی هم بود، یه باکس شیپ هم بود که باعث تولید یه باکس کلایدر میشد. اگر از سفر استفاده کنید، سفر شیپ، باعث سفر کلایدر میشه. پس یه توب نمیتونه داخل یه باکس باشه، داخل یه جعبه باشه. ببینید یه توپ باید در واقع داخل یه اسفیر باشه، یه شکل باشه. ببینید یه کره هست، یه کره هست، شعاعش هم نیم متر. از وقتی که شکلتون این مدل سه‌بعدی سنگ نیست، این مدل سه‌بعدیتون در واقع یه توپ هست، باید شیپتون اسفر باشه. خب حالا من دوباره فعال کنم، دوباره یه تست بگیرم. اینجا باید یه پریمیتیو کلایدر رو اضافه کنیم، چون هر وقت از کامپوننت شیپی استفاده کنیم حتما باید پریمیتیو کلایدر هم داشته باشه. فعلا خالی باشه. هم به این صورت متوجه شدید؟ پس رفتار یه توب رو داره این سنگ. حالا کاری به اون منطقش ندارم، حالا چرا یه سنگ میتونه رفتار توپ رو داشته باشه،
اما دلیلش رو بدونید که به خاطر همین اسفر شیپ هست که در واقع وجود داره و پریمیتیو کلایدر و اون رجید بادی 10 کیلوگرم. این به این صورت میبینید که در واقع قل میخوره و میچرخه و سنگمون میره. این هم در رابطه با مدل سه‌بعدی که این سنگمون بود، یا مدل هایی که دیگه میتونه کاج باشه، ماشین باشه، درخت باشه، منظور حالا یه نوع درخت دیگه نه فقط کاج، میتونه مثلا توپ باشه، گلوله باشه، سطل آشغال باشه، مثلا میتونه یه خونه باشه. اینا همش پس با کامپوننت مش قابل لود شدن هست. مسیرش هم که مش اسید یا مدل سه‌بعدی هم برای این سنگ به شما نشون داده. ریجید بادی هم که یه مفهوم منطقی فیزیک هست برای ایجاد کردن جاذبه و اینا، البته برای شبیه سازی رفتار یک مایع یا بانسی هم این امر امکان پذیر هست. مثلا میبینید این جسم یه توپ هست، سطح در واقع اون تیپ توپی که میفته داخلش یه مایع هست. خب توپ به هر حال میتونه سنگین یا سبک باشه. میبینید که دنسیتی هست، یعنی چگالی. پس اون توپ وقتی که به داخل اون مایع میفته، توپ میبینید که مثلا در واقع 500 کیلوگرم بر واحد متر نه. مثلا میبینید یک سبکه. روی سطح مایع هم باید شناور بمونه. میتونه یه چوب رو شبیه سازی کنه. مثال هست. این پس در رابطه با ریجید بادی بود. پس ریجید بادی فقط برای جرم نیست، بلکه برای رفتار در واقع اشیاء سنگین یا سبک مثل چوب میتونه، یا سنگ یا آهن میتونیم این رفتارها رو تغییر بدیم. عرض کردم که این پارامترها زیاد هستن و باید با این پارامترها بازی کنیم. من خیلی سریع دارم بررسی میکنم. خب شکلم که همینجا بود که ارفعال میکنم. پریمیتیو کلایدر هم که در اینجا پیغام میده دیگه یه شکل رو انتخاب کن و این دیزه به این صورت. و کامونت بعدی رو در واقع میتونیم به کامپوننت پارتیکل سیستم ذرات هست. مثلا توی بازی وقتی یه انفجاری اتفاق میفته، یا یه آتیشی روشن هست، یا مثلا زیر مثلا آبشار میبینیم یه بخار که نه، البته برای بخار هم کاربرد داره. مثلا زیر آبشار میبینیم یه ذرات ریز آب معلق در هوا، اینا کلن پارتیکل هست، سیستم ذرات هست. دکمه براوز رو میزنم، پس این کامپوننت اضافه کردم، کامپوننت پارتیکل. اینجا مثلا جی پی یو رو مثلا وارد میکنم، یه جی پی یو، البته اگه اسمش رو فکر میکنم یه لحظه نه، اون در واقع توی یه پروژه سامپل پروژکت بود. اینجا پارتیکل های مختلف هست. ببینیم مثلا انگار یه بال پرنده است میوفته، نظرات خواهم یه نه، اون خود پرنده است. این خود پرنده هم میتونی تو آسمون به صورت سیستم ذرات اضافه کنید، یا خود بالشون بال هم، یعنی خیلی گسترده از دو هم کاربردش خیلی زیاده. Waterfall مثلا همین آبشار، ببینید
یا مثلا آب آبشار هست میاد پایین. البته ببینید فقط یه پارتیکلش هست، میبینید مثلا توی یه آبشار دو نوع سه نوع مدل آمدن آب به پایین داریم، مثلا چهار نوع مدل داریم بستگی به آبشار داره. اینا کلا سیستم ذرات هست. این مثلا اینم یه نوع مثلا سیستم ذره هست، انرژی داره. بس هولوگرام نوشته، هولوگرام مپ. یه پارتیکل رو اضافه کنم، کامپوننت پارتیکل. این انرژی من بود که وجود داشت و به همین صورت. خب این امبینت افیکس هست. وقتی در ماه بهار یا تابستون قرار داریم میبینید یه ذره های معلق در هوا وجود دارن. ببینید اینجا شبیه سازی کرده، من اشتباها این انتیتی قبلی رو با چیز عوض کردم، مختصاتش رو عوض کردم. یه لحظه فکر کردم چرخش هست. در هر صورت پدی لنس فلر هست، مثل یه نوری که انگار شعاعی رو تولید میکنه. مثلا نور خورشید وقتی بهش نگاه کنید یه لنس فلر تولید میشه. البته اگه اینجا لنس فلر وجود داشته باشه، ببینید مثلا این یه نمونه از لنس فلر ساده هست. این برای مثلا ربات هست. این مثلا این میتونه، آره این برای نور خورشید هست. ببینید وقتی که به یه نور نگاه میکنیم لنس فلر تولید میشه. و البته اینجا هم کامپوننت های دیگه ای هم هستن و تعدادشون خیلی زیاد هست. مثلا کامپوننت لوا اسکریپت، میتونید کتای لوا رو بنویسید. اسکریپت کانوس کامپوننت مورد علاقه من هست که بررسی میکنم. اسکریپت ایونت رفرنس هست، تریگر اریا هست، ناحیه ورود. کامپوننت های دیگه هم مثلا ریور برای رودخانه از رود برای جاده سازی هست، ریور که برای رودخانه سازی بود، یو آی هست. کامپوننت های زیادی هستن. مثلا کامپوننت لوک هد از یعنی خب نگاه به دشمن یا به دوست، یه روی یه آبجکتی تمرکز میکنه، قفل میکنه. اسپاونر هم تکثیر کننده هست، تکثیر کننده مثلا یه نارنجک تولید کنه یا آتیش یا یه انفجار تولید بشه. سمپل استیت وضعیت ساده هست، مثلا از دوربین اول بریم به دوربین دوم. مثال عرض میکنم سمپل های مختلف از وضعیت های مختلف وجود داره. تک هم در واقع برچسب هست. ما میدونیم مثلا ربات های مختلفی هستش که دشمن هستن، پس باید این ربات ها برچسب بخوره، یا ربات هایی هستن که دوست هستن، چون همه آبجکت ها میتونن برچسب بخورن. اما آبجکت هایی که باشون میجنگیم یا به طرفشون یه نارنجک پرتاب میکنیم و وقتی که نارنجک منفجر بشه، بر اساس این تگ هست ما به یه دیتابیز، به یه لیست از آبجکت ها میتونیم دسترسی داشته باشیم و بعدا بخوایم مثلا این نارنجک، آیا این ربات رو از بین ببری، آیا ربات دوست هست، آیا ربات دشمن و از این قبیل مثال ها. ربات که ببخشید من تعداد کامپوننت ها زیاد هست، بعضی وقتا هم اشتباه میکنم.
خب اینجا هم خب کامونیتی های بیهیویر تری هست، این در واقع و کامپوننت های البته این کامپوننت های هوش مصنوعی هست، بیهیویر تری رفتار اون دشمن یا رفتار دوستمون هوش مصنوعی هست دیگه، میتونیم تغییر بدیم یا مثلا کارهای رو انجام، نویگیشن مثلا محیطی رو در نظر بگیریم و هوش مصنوعی رو در اون محیط پیاده کنیم. البته فرق دارن، انیمیشن هم در واقع کامپوننت هایی هستش که در رابطه با انیمیشن کاراکترهای دشمن یا کاراکترهای دوست یا پلیرمون میتونیم ازش استفاده کنیم. کامپوننت های صدا هم وجود دارن و فکر میکنم برای این جلسه کافی هست و به درس بعدی مراجعه